سنسور رو بررسی میکنیم، خطا میداده، فیلتر عوض شده، اما باز هم خطای اختلاف فشار رو داشتیم. سنسور اختلاف فشار، سنسور میکرو سویچی فیلتر روغن، فل سویچ روغن خطا داده، فیلتر عوض شده، دوباره این خطا رو داشتیم، خطای اختلاف فشار. پس یک سره کردیم این سنسور رو، اومدیم از این ور سیماشو گرفتیم و داریم چکش میکنیم آیا خطا واقعیه یا نه. با اینکه تازه فیلتر عوض شده اما خطا داده، اما داریم اینجا میبینیم که نه، مشکلی نداره. وقتی که راه میفته میاد بالا، یه ضربه میزنه، تو فیلم های قبلی نشون دادیم این میکرو سویچ رو فعال میکنه. کمپرسور هم مثل کمپرسور CSH داره 4 تا شیر برقی هم 25, 50, 75, 100 که هم مدل آمونیاکیش هست، این الان آمونیاکیه، هم مدل فریونیش. مدل آمونیاکی هستش که کمپرسور اوپنه. پیچ تخلیه روغن رو باز کردیم، روغن تخلیه بشه، بعد از اون بریم سراغ فیلتر، فیلتر رو چک کنیم. با 141 جای فیلتر رو میشوریم. فیلتر رو عوض میکنی، کلاگی رو جا میزنی. چهار تا پیچه آلن بالا شو میبردی. این کمپرسور هم دقیقا این CSH هستم و CSW کنترل ظرفیت 4 شیر برقیه دارم. مورد این کمپرسور یه مشکل دیگه هم وجود داشت، ظرفیت بود. ظرفیت رو میخواستیم مطمئن بشیم که آیا از اسلایدر نیست، به خاطر همین جلوی کمپرسور رو باز کردیم. روون بودن اسلایدر رو داریم دستی بررسی میکنیم. فوق‌العاده روونه، هیچ گونه گیری نداره. البته یه مشکل دیگه هم هست، یه پکینگی که دور این پیستون میخوره، حالت رینگ هست. این رینگ هم زمانی که خورده بشه همین اتفاق میفته، کمپرسور ظرفیت نمیگیره. حالت ممکنه از اون مشکل باشه. پس متوجه شدیم که اسلایدرمون مشکل نداره، چیزی که میبینیم تمیز هست، از رینگمون هم نیست، دیوار سیلندرمون هم مشکل نداره. دوباره میبندیمش. میبینید اینجا سنسور روغنمونه، روغن رو میبینیم، لوله خفقان رو میبینی؟ اینجا هستش مسیر خروجی لوله خفقان. اینجا هم همونطوری که میبینین ما یه دونه میبینین شیر یه طرفه داریم که کمپرسور معکوس کار نکنه موقع خاموشی. این هم داره به درستی عمل میکنه. خب جای باشه رو تمیز میکنیم، مجدد میبندیم کمپرسور رو. قطعه ای که میگفتم که لوله خفقان هست، این قطعه هست، توی کمپرسور های اسکرو وجود داره. حالا چه این کمپرسور که آمونیاکی هست، چه کمپرسور های فریونی بیتزه، گاز رو هدایت میکنه به سمت خروجی. حالا توی کمپرسور هایی که اویسپریتور دارن به سمت اویسپریتور،
حالا این کمپرسور اوی سپریتر نداره، اوی سپریتر خارجی داخل خارج کمپرسور هست، اما انتقال میده به مسیر خروجی این دود خفقان ما. توی این مدل پیچی هستش، تو بیشتر مدل ها با پیچی اف ای گاز بند میشه و فشاری هست. ما که کمپرسور تا اینجا باز کردیم یه شستشو میدیم، R141 هست، داریم میزنیم و شستشو رو انجام میدیم. کارمون تموم شد، در جلو رو داریم میبندیم، روغن رو هم داریم شارژ میکنیم به جایی که فیلتر نصبش فیلتر نصب میشه. این سپراتور ما هستش، ساید گلاس سطح بالاشه، ساید گلاس سطح بالا هست، میبینید سطح روغنو وقتی که از ساید گلاس سطح پایین داریم نور میتابونیم. کمپرسور روشن کردیم، ما خطای روغن رو داشتیم، به صورت دستی استارت زدیم، اومامون رو گرفتیم، برگشت روغنمون رو به وجود آوردیم، روغن برگشت. میبینیم که الان ما دیگه خطایی یا نداریم، میتونیم بذاریم رو حالت اوتو، کمبود آمونیاک رو هم شارژ کنیم و بذاریم رو حالت اوتو. الان کمپرسور میتونه تو مدار بیاد. الان کمپرسور رو حالت اوتو هستش، فشار ساکشن یک، فشار دیشارژ داره بازی میکنه، بین 15.5 تا 16.5 هست، بعضی جا به 17 میرسه. نکته بعدی ظرفیته، ظرفیت چک میکنیم. بقیه 100% بردار شد، ول کرد بردار ول میکنه، بردار ول میکنه، پس ما شیر بقیه 100% بود میادش تو مدار. فقط میاد بالا و به حد نرمال میرسه، روغنی که فرار کرده داره برمیگرده. دمای روغن هم چک میکنیم، 51 درجه.